اعمال جبری روی توابع و به خصوص روی زوجهای مرتب جمع، تفریق، ضرب و تقسیم زوجهای مرتب بچه یک روش بهتون بگم روش سیم تلفن در ادامه با من همراه باشید سلام دوستان حامد هستم از کانال مستایمر و اینجام که روش جمع تفریق ضرب تقسیم زوجهای مرتب رو به یک روش خیلی ساده و جذاب که تو ذهن شما بمونه بتون یاد بدم و دوستان با من همراه باشید بچا برای اینکه بتونیم زوجهای مرتب رو با هم جمع کنیم یا ضرب کنیم یا هر کاری منها و تقسیم هم داره برای اینکه یه عمل جبری انجام بدیم بچه یک نکته خیلی مهم بهتون بگم یه نکته طلایی هر اتفاقی هر بلایی که میخواد سر تابه بیاد بچه بر سر برد میاد یعنی برد ها هستن که با هم جمع میشن برد ها هستن که من ها میشن برد ها هستن که تقسیم و ضرب میشن دامنه ها بچه دامنه ها فیکس و ثابت میمونن اوکی okay. برد ها هستن که عملیات روشون اجرا میشه یعنی چی با یه مثال با هم ببینیم من یه مثال می نویسم. در اسلاید بعدی این مثال رو با هم بهتر ببینیم بچه ها, یه F و یک G دارم دو تا زوج مرتب دارم میخوام F به یه G رو به دست بیارم یعنی میخوام F و G رو چیکار کنم بچه ها آفرین جمع کنم خب دوستان برای جمع مثلا میگم خیلی هم میگن خب آقا بیاید جمع کنیم دیگه بیاید مثلا میگم ایکس رو با هم جمع کنیم ایگرگ هم هم جمع کنیم نه خیر بچه همچین چیزی وجود نداره ما اول کار باید به با هم تلفن بزنیم چطور؟ آقا اف میاد به جی تلفن میزنه برای اینکه تلفن بزنه یه سیم سیم تلفن باید وصل بشه بین اینا اما چطور؟ بچه دامنه ها میان زنگ میزنن معلفه های اول اونا میان زنگ میزنن کی به کی بچه ها هر کس به همجنس خودش مثلا دو میاد به دو زنگ میزنه بس یک سیم یک کابل بین این دو و اون دو میکشم یکی از F یکی از G و دقت کن دامنه ها هستن که کابل کشی میکنن من به برد و مؤلفه دوم نگاه نمی کنم فقط های اول این دو بود اوکی اینم چیه دوه پس این اومد به این لینک خورد سیم وصل شد در ادامه آقا این پنج میاد به این پنج زنگ میزن اوکی ادامه آقا این چهار به کی زنگ بزنه چهار میاد به این چهار به دوستش که چهاره زنگ میزنه پس یه سیم می کشم سه به کجا دقت کن سه باید به سه تلفن کنه هیچ سه در جی وجود نداره این سه این سه همین جوری تک و تنها موند ببین به کی وصلش کنم باید به یه سه وصلش کنم هیچ کدوم معلف های اولش سه ندارن این معلف اولش هفته این معلفش منفی سه خب منفی سه که سه نیست که بعد همین این دیگه چی شد بچا این دیگه ناکارآمد باقی موند دیگه به درد نخورد دیگه باهاش بازی نمی کنیم بچه صفر صفر به کی میخواد زنگ بزنه بچا صفر میاد میگرده میبینه کسی صفر وجود نداره تو مؤلفه اول جی صفر وجود نداره این هم دیگه اوت شد این هم رفت نیمکت ذخیره ها و به درد ما نخورد دوستان آقا این یک میتونه زنگ بزنه یا نه این یک هم بنده خدا بله این هم به کسی نتونه تلفن کنه چون معلقی اولی به عنوان یک در جی وجود نداشت پس بچه ها فقط به اون سیم هایی که وصل کرده ایم نگاه میکنیم چند تا سیم دارم یه سیم دو سیم سه سیم پس من میام به تعداد سیم هام زوج مرتب رسم میکنم به تعداد سیم هایی که کشیدم پرانتز و زوج مرتب میکشم بله آقا اولین سیم دو بود دیگه دو به دو زنگ زد درسته خود خود دو رو به عنوان نماینده می نویسیم باش کار نداریم گفتیم فیکسن معلف های اول فیکس و ثابت نوشته میشن بله سیم بعدی من کدوم سیم بود مثلا چهار بعد ترتیب دیگه اینجا مهم نیست دارم چون من چهار رو بنویسم مثلا خب چهار به این چهار به این چهار زنگ زد درسته این چهار و این چهار به هم زنگ زدن فیکس به عنوان تماس گیرنده نوشتمش دیگه بعد کی به کی زنگ زد بچه یه پنج به یه پنج تماس گرفت و یک سیم رابط وصل شد و این پنج یکی از اونا رو نوشتم خب بچه ها تا اینجا معلف های اول عینا نوشته شدن معلف های اولی که دقت کن معلف های اولی را نوشتم که یک سیم رابط بینشون وجود داشت من همه معلف های اولو ننوشتم مثلا این پایین هفت هم به جای زنگ نزد منفی سه هم به جای زنگ نزد اوکی بالا هم سه و صفر و یک به جای زنگ نزدن و اینا چی شدن؟ اوت شدن اونایی که موندن رو نوشتیم حالا اون نکته مهم بچه هر بلایی که سر توابه میاد بر سر برد میاد این برده که جمع میشه یا منها میشن یا زرد میشن بردها هستن این که اینجا عملیات انجام میشه روشون آقا این دو این دو بردش بود من با یه رنگ آبی مشخص کنم یا هایلایت کنیمش بچه ها این برد چنده چهار بله آقای دو که زنگ زد به آقای دو برد این چهار برد این ده متوجه این که کسی که تماس گرفته خودش رو نوشتن با من نماینده حالا برد هاشو میبینم با این هایلایت آبی رنگ چهار و ده آقا مگه نگفته جمع کن بگیم بله بلا بر سر برد می آید یعنی چهار و ده با هم جمع می شوند و می شود چهار ده دیدید شد چهار و ده با هم جمع شدن برد ها با هم جمع شدن میگفت اف من های جی بچه ها چهار رو ها. من های ده میکردم و میشوند مثلا منفی شیش میگفت اف زب در جی اون این, این چهار رو با این ده ضرب میکردم چهار ده تا چهل تا اینجوریه هرچی گفته بر سر برد میاد بعد یا حل کنیم حالا میگیم این چهار به این چهار چی شده؟ زنگ زده تماس گرفته خودش به عنوان نماینده می نویسیم با خودش کار نداریم میریم سراغ بردش آقا این برد چهار چنده؟ بله یک برد این چهار چنده؟ بله سه برد شناسایی میکنم و میگویم هر بلایی که سوال گفته بر سر برد میاد چه بلایی گفته؟ گفته جمع کن گفته اف و جی و جمع کن من بردهای های آنها را جمع میکنم یک و سه جمع بشود میشود دوباره چهار دیگه نه؟ بله بریم ادامه دیگه کی بود تماس گرفته بود پنج این آقای پنج به این آقای پنج تماس گرفته بود خودش را نوشتم با خودش کار ندارم میگویم برد چند بود این آقا میگه من بردم بله با یه هایلایتی نشون بدیمش دوباره این میگه من بردم شیشه این پنج میگه من بردم منفی سه خب بردها باید با هم جمع بشن تموم شد این 6 و این من این 6 و این منفی 3 باید با هم جمع بشن بگید جواب رو 6 منهای 3 می شود 3 و تمام یعنی f به علاوه g تونستم بینی م... م... می و معلفه هاشو زوج های مرتبشو به دست بیارم شامل 3 تا زوج مرتبه اوکی؟ و یه نکته f و g بچه ها لزومن نباید هم اندازه باشن مثلا f چند تا زوج مرتب داشت یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا خب جی چند تا داشت یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا مهم نیست مشکلی وجود نداره ممکنه یکی اصلا یک دونه داشته باشه یکی هزار تا داشته باشه هم اندازه بودن هم مطرح نیست هر کدوم از اف و ها هر چند تا زوج مرتبه دلخواه میتونن داشته باشن مهم اون زنگ تماسه حالا اومدیم دیدیم هیچ زنگ تماسی وجود نداره اون چی میشه یعنی هیچ کس به هیچ کس تلفن نکنه اون وقت مثلا اف علاوه جی میشه توهی دیگه هیچ چی وجود نداشته باشه میگیم آقا اون مجموعه توهیه و هیچ عضوی نداره یه دونه مثال دیگه کامل درکش کنیم بچه ها گفتم اف زب در جی رو به دست بیارید خب میدیم سراغ سیم کشی همون. دیگه یاد گرفتید خب آقا این دو به کجا زنگ میزنه دو به دو دیگه نه خب این هم دوی که اینجاست آفرین یه سیم بهش فصل میکنم بله این دو به این آقا منفی یک به کی زنگ میزنه بله منفی یک این منفی یک رو میبینه بهش زنگ میزنه آقا این چهار به چی زنگ میزنه با یه رنگ دیگه بکشم کاتی نشن اینجا بله این چهار بله به این چهار تماس میگیره آقا منفی دو به کی زنگ بزنه به منفی دو کو من نمیبینم بله منفی دوی وجود نداره آقا این منفی دو چی شد اوت شد ولش کن هشت بکی زنگ بزنه؟ بله هیچ هشتی وجود نداره این پایین که لینک بدم سیم کنم اینم اوت شد پس بی خیال اینا میتونم روشون رو یه دونه اینجوری خط بکشم که اصلا دیگه باشون کار ندارم به درد ما نخوردن دیگه خب از پایینم بچه ها این هفت کسی نبود که بهش زنگ بزنه اینم رفت به کارش یک کسی نبود بالا که بهش تماس به اینم رفت پی کارش اونه که موندن رو مینویسیم گفتم چند تا سیم تلفن دارم به تعدادش زوج مرتب میکشیم تمام سه تا بود مثل سوال قبل و سه تا میکشم بله بیاید اینجا دو به دو زنگ زده خود دو رو به عنوان نماینده میکشم مینویسم باش کار ندارم و هر بلایی که میخواد سر توابی بیاد بر سر برد میاد آقا این دو بردش چنده با یه فلش نشون بدم ببین این دو بردش یکه این دو بردش باری کلا نوه خب بردها یکی یکه یکی نه آقا سوال گفته اف به جی ضرب کن عملیات ضرب وجود داره پس این یک و اون نه به هم ضرب میشن یک نه تا نه اوکی این از سیم تلفن دو آقا منفی یک یه زنگی زده به منفی یک به دوست خودش که منفی یک یه زنگی زده خودش را بنویس خود منفی یک را بنویس باش کار نداریم میگیم بردش چی بوده؟ این منفی یک بردش سه این منفی یک بردش شش سه تا هیچده تا تمام بردها را به هم ضرب کردیم و در آخر چهار به چهار زنگ زده چهار را می نویسیم و برد این چهار صفر برد این چهار چهار برد ها به هم ضرب میشن صفر ضرب در چهار که میشه صفر تمام این هم شد اف ضرب در من نکته مهم اینه که اگر اف تقسیم بدن یه اتفاق خاص مهم میفته در اف تقسیم اگر دیدید که مخرج یک عدد صفر شد اون زوج مرتب رو حذف کن و جزء جواب من نیست مثل این مثال خیلی مهم بچه ها اف و G رو دارم میگه اف تقسیم بر دیگه, دیگه سری و سیر سیماشو بکشم که دیگه راه افتادیم بچه ها پنج یه سیم میکشم به این پنج بله دو با یه رنگ دیگه میخوام بکشم بله. که بهتر متوجه شید دو به این دو تماس پیدا میکنه بچه ها, این سه چی میشه دوستان این سه این سه این سه, این سه. به کسی تماس نمیتونه برقرار کنه با کسی چرا چون هیچ مؤلفه اول سه ندارم مؤلفه اول سه باید باشه نه یا این سه رو به این سه وصل کنی یا این مؤلفه چیه دومه دقت کن پس اوکی پس یه اتفاقی میفته این سه دوستان اوت شد رفت به کارش فقط این یکه که به این یک میتونه تماس پیدا کنه و یک سیمی بینشون وست بشه خب بقیه دیگه چی؟ دیگه بریز کنار مثلا چهار و سه رفت بالا هم که دیگه همون 3 و 4 3 و منفی 4 گرفت بله بچا چند تا زوج مرتب دارم می نویسم 3 تا زوج مرتب دارم چون 3 تا سیم مس کردم بله حالا گوش کن اولین کسی که زنگ زد 5 پنج بود پنجمی نیستم بله میگم 5 برد چنده میگه من بردم 1 این 5 میگه برد منم 10 خب آقا اف تقسیم بر جی دیگه نه یعنی اف تقسیم کن به جی یه بلایی داره سر این اف تقسیم بر جی میاد تقسیم اون بلای مد نظره تقسیم چی تقسیم برای چی بشه باری کلا برده ها تقسیم میشن مثلا برده این یکه با یه رنگ هایلایت زرد بچه برده این یکه برده این چنده باری کلا دهه خب میگیم برد ها به هم تقسیم میشن جواب میشود یک دهم ده یک دهم ده یا میتونستیم اعشاری بنویسیم یک دهم ده فرقی نداره میشه ساده کرد دیگه اوکی پس این یک دهم ده از این یک و این ده اومده بله سیم بعدی چی بود سیم سبز رنگ دو من یه دو رو به عنوان نماینده مینویسم چون دو به دو زنگ زده بود برد این دو چهاره برد این دو یکه برد این دو چهار برد این دو یک قرار از f به جی تقسیم بشود پس این چهار به این یک تقسیم میشه دوستان چهار تقسیم بر یک هم میشه چند همون چهار دیگه چهار یک هم جار. و در آخر این تلفن مشکی رنگه. این سیمه مشکی رنگه. یک به عنوان نمایندشه این یک به این یک تماس پیدا کرده بله بچه دیگه آخر قضیه است خوب دقت کنید ها. خوب دقت کنید من یه با یه هایلات دوباره بچه این سه رو میبینی برد اینه صفر رو میبینی اینم برد اینه من باید این سه رو به این صفر تقسیم کنم دوستان یه ارور بزرگ ایجاد میشه چه اتفاقی میفته میشه سه سفرم سه سفرم و این سه سفروم میشود تعریف نشده ته نه تعریف نشده نکتش اینجا بود یه مخرج سفر ایجاد شد و این باعث میشه که اون زوج مرتبی که ما نوشتیم پرپر پر بشه از بین بره یعنی کلا این از بین میرود و دو زوج مرتب به جواب میماند یعنی اف تقسیم جی شامل دو تا زوج مرتبه به فرض توی سوالی توی کنکور تو هر جا یه تستی چیزی اومد گفت تعداد اعضاشو بگو زود با اون سیم های تلفن نمیتونی بگی چند تا عضو داره ها چون ممکنه چی بشه یکی از اعضا حذف بشه پس تا آخر باید حلش کنی و بدونی که علت حذفش چی بود بچا این بود اعمال جبری هر اتفاقی که میخواد بیاد بر سر برد میاد دامنه فیکس نوشته میشه دامنه کدوم دامنه اونایی که با سیم تلفن وصل میشن اونا مابقی رو پاک کن بریز کنار تا یه دیگه تا یه آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار